دوستان خیانتکار و دختر پاکدامن بزرگان بود نبود در یک زمان در یک مکان یک بزرگان بود و یک قاضی آنها با هم دوست بودند یک پاره نان و یک پیاله چای را به هم نمی دیدند دوستی بزرگان و قاضی آوازه عالم شده بود انا این دوستی حقیقی دوستی جانی همین قدر می شدگیست می گفتند مردم بزرگان هر زمان به شهرها و مملکتهای دیگر سفر کرده مال می برد و مال آورده و دستی فروشندگان می داد و از فایده که از این معامله به دست می آورد روزگاری آسوده داشت او یک پسر داشت و یک دختری صاحب جمال یک روز دوستش قاضی را به خانهش دعوت کرده بعدی آن که دسترخوان پر از ناز و نعمت را خونداشتن به او گفت دوستی عزیز چنان که می بینی پسرم کلانکک شده است این نوبت می خواهم او را با خود ببرم تا که عالم آدم را بیند و کار و باری مرا مشاهده کرده هنر آموزد هنری تجارت آموزد کاری درست میکنی کاری درست میکنی گفت قاضی تجارت منفعت دارد هر کسی از عهده این کار نمی براید بگذار پسر هنری پدر را بیاموزد پسرت جوان هوشیار زیرک زود جایت را میگیرد و تو در این سن و سالی که داری از مشقت سفرهای دور خلاص میشوی مقصد من همین گفت بزرگان من از پسرم امید کلان دارم تو می دانی که ما رویم زن و دخترم در خانه ها تنها می مانند باور دارم که از حال و روزگارشان خبردار شده می ایستی خاطر جمع باش از این جهت دوستی عزیز گفت قاضی من سعی می کنم که آنها رو مشکل پیش نآید دو سه روز از میان گذشت و قاضی زن و دختر دوستش رو خبرگیری آمد دروازه حولی بازرگان را تختق زد زنی بازرگان دروازه را کشاده قاضی را به خوشنودی به خانه تکلیف کرد. قاضی حال پرسید که چه احتیاج دارد و این لحظه چشمش به دختری بازرگان افتاد و دلش لرزید. خدایا این چه حسن و جمال قد علیف چشمان سیاه کلان کلان درخشان و ابروان پیوسته تابان چهره شیر بر این پاکیزه و سفید خلاص او در عمر خود این خیلی زیبایی دلفروز را ندیده بود. به یک دیدن دید و به صد دیدن عاشق شد. خواهرم، این آشی نازنین در تنهایی از گلوی من نمی گذرد. شمایان برای من از آن خودی. اگر همراه نشویتان من به طبق دست دراز نمی کنم. زنی بازرگان سخنان دوست سفرش را دو نکرده به دخترش گفت. دخترم مهربان و دستت را بشوی. امکت از آن خودی بیا همراهشان آش خور. قاضی را دو چشمش برای دختر بود. آش از گلویش نمی گذشت. قاضی خیر خوش کرده به خانهش رفت. دختر از پیش چشم دور نمی شد. او صبر و قرار گم کرد. قاضی شب فکر می کرد و روز فکر می کرد و شب از خورد و خواب ماند. احوال مجنون نامراد به سرش آمد که در غم عشق لیلی در عذاب بود و سرگردان. بلاخیر کمپیر زاله به خاطرش رسید که با فریبگری و هیلکاری ها بین مردم شهرت داشت. از پسش کس فرستاد و به خانهش آورانده مصلحت پرسید. کمپیر گفت من می توانم هیله به کار برده دختر را به خانه شما بیاورم. آن طرفش به عقل و هنر شما وابسته. ای کاش همین طور می شود گفت خازی اگر نتیجه به دست آید از سر تلا می ریزم. کمپیر زالی مکار خیست و به خانه بازرگان رفت. مرا جناب قاضی فرستادند گفت او با زبان بزرگان. جنابشان دخترهای گذرشان را جمع کرده ضیافت می دهند. ممکن دیده باشید چارباغ مثل بهیش سبز و خورم دارند. همه این به خاطر دختر شما گفتند که رفت دختر دوستم بازرگان را گرفته بیا پدر و برادرش رفتگی زیق شدگیست بیاید همراه دخترها دلخوشی کند
دلش گشاده شود. من هم از دوست یک اشاره از مو به سر دویدن گفته اینجا آمدم. زنی سوداگر خوشحال شده و دخترش گفت دخترم مهربانو خیز لباس های نود را پوش، همراه خالت رفت سیر و تماشا میکنی، غباری دلن میبراید. مهربانو که از نگاه های تیز و تندی قاضی دلش رمیده بود راضی نشده گفت ای مادر پایم نمیکشد. مادرش گفت قاضی عمکت تشویش کشیده، دختران را دعوت کرده خواستن تو را خرسند کنند، تو رفتن نمیخواهی، خیز زود رو معطل نشوند. مهربانو ناعلاج لباس عوض کرده همراه کمپیر رفت. وقتی که رفته به حوالی قاضی در آمدن کمپیر گفت دخترم تو به این خانه در آمده دم گرفته ایست، من با گذشته از آمدنت خبر میدهم. مهربانو برابری در را گشادن قاضی را که خود را آراسته کرده بود در میان خانه دیده حیران شد. در و دخترم گفت قاضی من به تو گپ دارم. دخترک چیکار کردنش را ندانسته پیش در ایستاده ماند. قاضی پیشش آمده از بازویش داشته او را به درون کشیده گفت نترس دخترم، دلم میخواهد یک دو چیز را به تو گویم. دختر هراسیده خود را به عقب کشیده شما از من چی میخواهید؟ گفته پرسید میخواهم که دلی مرا فهمی. خواستی پروردگار همین بوده است که من به تو عاشق شوم. هرچند کردم آتشی دلم رو پس کرده نتوانستم. این دلی سرکش مرا مجبور کرد که هیله بکار برده تو رو به اینجا بیاورم. اکنون که آمدی به حال من رحم کن. دختر گفت مگر امیدی پدری من از شما همین بود؟ نه گفت قاضی، پدرم میخواست که من از حال شمایان خبردار باشم. من وعده دادم لیکن ایش زوری کرد، وعده ام را شکست. حالا هم دیر نشده است، مانید من روم. شما هم خود را به دست گیرید و توبه گویید. ای دختر من چند روز است که توبه میگویم و استغفرالله، میدانم که گناه عظیم است این برای من، لیکن هیچ قوه در عالم به قوه ایش برابر شده نمیتوانسته است. دختر دید که به قاضی علاج معقول کنانیده نگب نبوده است، برآمده رفتنی شد. قاضی پیش راه او را گرفته گفت یا بزاری یا بزوری یا بزر، گفتگی گپ ها هست. بزاری نشد تو البته از من زر نمیگیری، در این میان زوری میماند. قاضی به دختر نزدیک شد، مهربان و کوی دستش رو شو به منه قاضی پش کرده میانش رو به قفا کشید و به پای راستش به شکم او کرد. قاضی گرسی پشتکی به زمین افتاد. مهربانو چراغ پایه پیدا کرده به سر قاضی زده به عقبش نگاه نکرده برآمده رفت. قاضی که از ضرب چراغ‌پایه از هوش رفته بود بعد چند وقت به هوش آمده فکر کرد که اگر تدبیری نجوید و واقعه را همین خیل ماند، هم بزرگان دشمن قتلش می شود و هم پیش مردم بدنام و بی‌آبروشته می ماند. علاج واقعه را پیش از وقوع باید جز گویان کاغذ و قلم گرفته در حق دختر تهمتکاری های نویش که از بازی که او رفته است دخترش مهربانو خود را آزاد حس کرده و کارهای ناشایسته مشغول می شود. هرچند من نصیحت کردم گوش نداد. در این میان دوست عزیزم هم نامی تو بد شد و هم نامی من. باور دارم که چاره این را زود می بینی و داغ به آبروی شرمندگی را از نامی ما می برداری. قاضی نامه را به دست چاپر داده فرمود که از دوانده به جای باز نیستاده هر چیز زودتر به دستی بزرگان رساند. بزرگان که قاضی را دوست جانی خود دانسته بود به نوشته او سخت باور کرد. خشمی شده در سری خشم و جهل به پسرش فرمود که همین لحظه به شهرشان بیرود و به هیچ کس حتی به مادرش نگفته خواهرش را به یکون گوشه دوردست حولی برده کشته گور کرده برگردد. برادر از به خواهرش دلش سوخت، اما او همین خیل تربیه گرفته بود امر پدر واجب است، نمی توانیست از فرمان پدر سر تابد. در حال راه پیش گرفت و نصف شبی به خانهشان رسیده در حولی را تختق زد. مهربانو بیدار شد و به حولی برآمده آوازی برادرش را شنویده دروازه را گشاد. اکاش چیزی نگفته او را با بالای اسب کشید و پیش زین و خانه از را به کنار شهر راند. رفت به دامن کوی رسید، دوش و کاردش را از غلافش کشیده خود سینه خواهرش را در روند، اما دستش کرخ شد و خیر در این گوشه دوردست یکون حیوانی درنده می خورد و می رود. گفته مهربان را از پیش زین به زمین پرتفت و از رانده رفت. زنی بزرگان باشد پگاهی بیداشت دخترش را در بستر خوبش ندید و چهار طرف را کافته در هیچ جای نیافت. و همون زمان به چشم گریان دلی بیرون به خانه قاضی آمد.
قاضی فهمید که چه حادثه روی داده است در دلش خفصان شد ولی خود را به نادانی زده گفت ای خواهر عزیز چه ناخوشی روی داد که این خیل گریان نالان به پیش من آمده زنی بازرگان گفت روزم سیاه دخترم مهربانو گم شد پدرش بیاید چی جواب میگویم قاضی گویا واقعه ناخوش روی نداده باشد آرامانه گفت شما اینقدر غم نخورید خواه خواهر دخترم مهربانو در حسن و جمال یکتای جهان است و این خیل دختر هزار جوان عاشق میشود از آن بین یگان تاش اونس گرفته جای رفتگی است خدا خواهد می یا بیم جزای آن عاشقی نابکار رو میدهیم شما خاطر جمع باشید جواب این قصه را به برادرم بازرگان من میفهمانم این وظیفه مشکل به گردن منزنی سوداگر این گواهی قاضی را قبول نکرده گفت هرگز این خیل شدنش ممکن نبود مهربانی از آن دخترانی سبک فکر و چشم رویشون به جا نه که به کسی زبان یک کرده خانه پدر و مادر را ترک کنند این خیل دختری با حیا با آر و ناموس کم یافت می شود قاضی در جواب این سخنان گفت شما این خیل ساده فکر نکنید خواهرم در روی عالم هر خیل حادثه های غیر چشم داشت روی می دهند جوانانی بیباکی به اندیشه کم نیستند به هزار حیله دختر را به خود مایل می کنند اگر دختر مایل نشود با زوری گرفته می برند یا می دوزدند مگر همین گونه واقعه را نشونیده اید شنیده بود زنی بزرگان این قبیل واقعه ها را ولی همین را هم می دانست که دخترش از جمله آن دخترانی معصومه است که به مصلحت پدر و رضایت مادر و برادر حرکت نمی کند خلاف خواست آنها عمل کردن را در شأن خود روان نمی بیند زنی سوداگر از گفته های قاضی قانع نشده با جگر سوخته و دلی پرالم به خانه اش برگشت خود به جستجوی دختر مشغول شد جایی نماند که او نرفته باشد و سراغ نکرده باشد ولی به نتیجه چون روز گذشت و پسرش و شوهرش برگشتند زن گریان و نالان واقعه گم شدن مهربانو را گفته داد برخلاف چشم داشت او بازرگان و پسرش قوا نبرداشتند غمگین و خشمگین بودند آنها اما تقدیرش همین بوده است گفتند و از پی کار روزگار خود شدند اینها رو اینجا مانیم و قصه از مهربانو گوییم مهربانو در بین کوههای بلند بدواهیمه ترسان و لرزان در قربت بوته ها پنهان شده شب رو روز کرده سحری پیروهای دریافته توکل کنان راه پیش گرفت نصف روزی گشنه و خسته و تشنه به تگ یک چنار رسید به سوی پهنه های صحرا می رفت روی شست و آب خورد و همون لحظه در روی سبزه ملایم کنار چشمه خوابش بود نمی داند چقدر خوب رفته باشد ناگاه آوازی به گوشش رسیده بیدار شده چشمشان را مالیده از جای خیست جوانی کمبغل نمایی که بند هیزوم به پشت برداشته بود با حیرت برویش نگریسته پرسید تو این سی جنسی دیوی پری در این کهساری به کس کوی از کجا حاضر شدی مهربانو گفت من نه انسم و نه جنسم نه دیوم و نه پری فرزند آدم هستم و اینجا من خود نامدم مرا آورده خوراک گرگ و پلنگ شود گفته پرتفته رفتن جوان پرسید پس تو حالا چیکار کردن میخواهی سرم گرم تمامی بدنم میسوزد نمیدونم چیکار کنم کجا روم دردم را به کی گویم جواب داد مهربانو این طور باشد به خانه ما بیا گفت جوان که احرار رام داشت من به دست آدمانی گرگ طبیعت به این حال گرفتار شدم میترسم که باز از دست یگان کسی دیگر ضرر بینم مرگزیده از ارغمچین علا میترسد میگویند گفت مهربانو نه ترس گفت احرار پدر و مادر من آدمانی زحمتکش دلشان صاف و نیتشان پاک آنها یگان بدی را به تو روان نمیبینند تو چی؟ پرسید مهربانو من مگر نشونیده ای که رنگ بین و حال پرس میگویند مگر خودا نمیبینی گفت احرار اگر من از آن گفتگی هایت میبودم دختری نازنین رو مثل تو در این جای خلوت دچار شده خود را نگاه میداشتم مهربانو به احرار باور کرده همراهش روان شد پدر و مادر احرار دیدند که پسرشان یک دختری صاحب جمالی ماهیتابان را با خود آورد اول خوشحالانه پیشواز گرفته دسترخوان کشاده روی دسترخوان آب و نان گذاشته بعد که دختر سیر شده خود را قدر آسوده حس کرد از او پرسیدند که فرزند کیست خیل شده به این طرف و آمده مانده است مهربانو سرگذشتش را یک یک گفته داد دل پدر و مادر احرار به او سوخت گفتند
که هرچی از دستشون آید برایش میکنند. من رفته پدرت رو میابم، گفت پدری احرار، واقع رو میفهمونم. پدرت از کرده پشایمون میشود و جزای اون قاضی نابکار رو میدهد. مهربانو راضی نشده گفت از این مراد حاصل نمیشود. پدرم به قاضی سخت اعتقاد دارد، غیر از گپ او به گپ یگان کسی دیگر باور نمیکند. اگر به شمایان ملان نیاید، من در همین خانه شما زندگی کرده گردم، هرچی که از دستم آید میکنم. اون طرفش از تقدیر پیشانه ام. احرار و پدر و مادرش این خواهش مهربانو را با جون و دل قبول کردند. از روزی که مهربانو به خانه احرار آمد، قوت احرار گویا دوچند افزود. از پگاه تا بگاه زحمت میکشید، هیزم تیار میکرد، علف میدروید، مال میپایید، حتی از جون و دل خدمت حق و همسایه را ادا میکردگی شد. این احرار اصلا جوانی خوب بود، میگفتند هم دهگانش حالا از پیشتره هم خوبتر شده است و همه یاری رسان. مهربانو از روز اول حس کرد که احرار به او چشمانی مهر می نگرد و به خاطر او برای روزگار آیله و پدر و مادرش چی گوشش هایی نمی کند. او در نخست قدر حراسید و خواهاتر شد، ولی با تدریج فهمید که این جوانی پاکدیل هیچگاه خلاف خواهش او کاری نخواهد کرد. خاطر جمع شد. انگور از انگور رنگ می گیرد می گویند. خیر او هم روز تا روز افزون می گردید. پیوسته با دخت و دوز و پخت و پس و روبیچین مشغول می شود. یار اح شود، کار سخت شود. می گویند چهار نفر پدر و مادر احرار و مهربانو اح شده خانهشان را آباد کردند و روزگارشان را آسوده. یک پگاهی وقتی که احرار در ترددی به صحرا رفتن بود، مهربانو به او یک سر گلی سربر تقدیم کرد. احرار سر شده گل را بوی کرد و یک روبای خان. صدبرگی سفیدی سحری را چی کنم؟ من به تو حیات و زندگی را چی کنم؟ مردم زی خدا عمری دراز می طلبند، من عمری دراز غم قطی را چی کنم؟ مهربانو خندیده به خانه در آمده رفت. این واقعه در پیش پدر و مادر احرار رخ داد. وقتش رسید، گفت پدر احرار. ها وقتش رسید، گفت مادر. چال و کمپیر بین خود مصلحت کردند و جوان را پیش خود نشانده مدعای دلشان را گفتند. من سالهای دراز در تمام عالم گشته برای خود زن کوبم، مثل مهربانو دختر پیدا کرده نمیتوانم، گفت احرار. مهربانو به سکوت رفت. سکوت علامت رضا. روزی دیگر توی را پیش گرفتند. توی شد، تماشا شد، خرسندی شد. خوشبخت بود احرار، خوشبخت بود مهربانو، خوشبخت بودند پدر و مادر. احرار جوره داشت به نام عبدالله. عبدالله شبی توی مهربان را دیده ماند و واه گفت این دختر می بایست از آن من باشد. من اگر او را صاحب نشوم، این زندگی برایم حرام. عبدالله از همین روز در فکری به دست آوردن مهربانو شد. عبدالله با احرار مهربان شد، به او پیوسته سخنهای شیرین می گفت. می گفت که ساعت تو را نبینم زیغ می شوم. تو خود را از ما جوره های دور نکش. با تو پول یا یگان چیز دیگر لازم باشد چقدر خواهی می دهم. خلاص عبدالله کوشش می کرد که به مغز دل و جان احرار جای گیرد. پای روزی از احرار پرسید آیا زنت یاد پدر و مادر نمی کند؟ اگر یگان روز به وطنش به پیش پدر و مادرش رفتنی شود، تو می دانی من اسب و عرابه دارم، گرفته می برم. احرار به عبدالله گفت من هیچگاه از پدر و مادرش و تنش با او سوال نمی کنم که دلش آزرده می شود. این خیلی بفهم نباش، گفت عبدالله. خودت گفتی که او از اولاد آدمانی و آبروز. پدری او به تو پدر، برادرش به تو برادر. تو باید آنها را بینی و خود را به آنها شناس نمایی. آنها باید دختر و دامادشان را دیده خرسند شوند. یک روز احرار پسرکی نوزادش را به دستش گرفته به پهلوی زنش نشست و آه کشید. این خیلی آهی به درد کشیده، چی شد به شما؟ پرسید مهربانو. دلم می خواهد که پدر و مادری تو هم این خیلی یک نبیره یک دوست رو یکشان رو بینند و دانند که دخترشان صحت و سلامت شوهر دارد و فرزند. چقدر خرسند می شوند آنها. من هم همین رو می خواهم، گفت مهربانو. لیکن زمین سخت است و آسمان بلند. آنها که مرا از درگاهشان راندند ناخواست در آمده روم، چی می گفته باشند؟ باور دارم که این دفعه زده می کشم.
من به این باور ندارم، به هر حال از کرنچی یک سنجیده دیدن لازم. احرار و مهربانو چند مدت در سر این مسلحت بودند و یک روز عبدالله به احرار خبر داد که پگاه به طرفی زادگاهی زنش سفر کرده نیست، میتواند زن پسرش رو پیش مادرش برد. احرار این خبر رو به زنش رسان. مهربانو در جواب قطعی کرده گفت که به کسی بیگانه به جایی نمی رود. احرار گفت تو از این جهت خاطر جمع باش، عبدالله به من بیگانه نیست، جوره جانی من از چی قدر من به خودم باور کنم همون قدر به وی باور میکنم. پدری من هم به قاضی باور داشت، گفت مهربانو لیکن در عرفیت باور مکن به دوستت، که جا کند به پوستت، میگویند راست بوده است. این خیل باشند من همراه میروم، گفت احرار بازنش. بزنش مهربانو دلی بیدیلان راضی شد. عبدالله پگاهی عربش رو رانده به تگی دروازه احرار نامند. مهربانو پسرچهش در دست به عربه سوار شد. احرار در پهلوی او نشست، عبدالله عربه رو رفتند بیگاهی به دامنه سبز و خورم کوهی رسیدند. این شب اینجا می استیم، پگاه حرکت میکنیم، گفت عبدالله. دسترخون کشودند. عبدالله داریو به خود گرفته بود که کس خورد بیهوش می شود و حیله کردار رو به احرار خوراند. احرار بیهوش شده افتاد. عبدالله خود به خود گفت به خدا شکر، هزار شکر که امشب به آرزویم می رسم. وی به مهربانو نزدیک شده دست او رو گرفته گفت از روزی که تو در دهه ما پیدا شدی من به تو شهید شدم. گرچنده این احراری سروت نادیده و لذتی دولت رو نچشیده سزاواری تو نیست. مهربانو هر چند زور زد دستش رو از دست پرقوت عبدالله خلاص کرده نتوانست. پس گفت دستم رو سر ده، پسرچم رو خوابونم. عبدالله دست او رو سر داده منتظر شد. مهربانو وانمود کرد که پسرچش رو میخواباند. اون رو آهسته روی سبزه گذاشت و با تمام قوتش رو به گریز نهاد. عبدالله از قفش تخت چاه در پیش بود. مهربانو خود رو به چاه انداخت. عبدالله به سر چاه رسیده گفت یتی من جدی نبود، تو دختری از کجا آمده بودی؟ دانستن خواستم که چه اندازه به دوست من وفاداری. مهربانو از درون گفت من کوری هستم که یک بار عصا گم کردم، دیگر گم نمی کنم. هر چی میگویی، هر حرکتی میکنی بیهوده، بهتر از شوهرم را به هوش بیارم و صحت سلامت به منزل رسان. برعکس حال خدا میزند دادت، رسوای عالم میشوی. اگر نبرای پسرچت را میکشم، تهدید کرد عبدالله. بدتر از خوک و گرگ، از انسانی که انسان را میکشد، بدتر از دیو و اجدر، از انسانی که کودک را میکشد. شنوید عبدالله در جواب. عبدالله از خشم لرزید و کودک گریان را به بالای سر مهربانو به شست پرتافته گفت پرتافته رفت. دل کودک از ضرب و ترس از حرکت ماند. شغان مهربانو به آسمان پیچید. پگاهی آواز گریه و ناله او به گوش چوپان رسید که در آن نزدیکی ها رمه می چران. چوپان به لب چاه آمده سرش را بالای چاه خم کرده سرابی زنی را دیده گفت تو کیستی؟ مهربانو گفت اگر آدمی نیک باشه علاج کن و مرا از درون این چاه برار. چوپان نوگی رسن را دراز کرد. مهربانو به میانش بسته کرده که به جانش را به سینهش پش کرد. چوپان او را کشیده گرفت. مهربانو لبانی دستانش را بروی فرزندی از جان شیرین ترش چسبانده زار زار گریه کرد و به دستان لردان او را به خواب سپرد. بعد به چوپان را آورده گفت نیکی که تو بروی من کردی تمام عمر از یادم نمی رود و اگر کارم برار کند تو را یافته نیکیت را برمیگردانم. اکنون میخواهم با بالای آن نقضی که به من کردی یک نقضی دیگر کنی. لباسی مرا گیر و به جایش سر و لباسی چوپانی بده. چوپان آدمی خوب بود، رفته به دختر سر و لباسی چوپانی آورد. مهربانو خوبانش را جمع کرده به سرش پیچانده از بالایش سلب بسته جامعه چاروخ پشیده به جای آمد که عبدالله شوهرش را بهش کرده بود. عبدالله نبود، عربه نبود، شوهرش نبود. پای عربه را گرفت و رفت و بعد چند ساعت به شهر رسید و حولیش را یافته نزدی دروازهش نشد. تیری نگذشته پدرش برآمده او را دیده ماند و به چشمانی سیاهی خوش نگاه کرده پرسید ای بچه چرا اینجا نشسته ای؟ با کی کار داری؟ مهربانو از جایش خیست و گفت من یک یتیم بیکس، میخواهم خدمت کسی را کرده روز گذرانم. چوپان بچه با بزرگان معقول شد، گفت این تر باشد در آب حولی ما و ما خدمتگار در کار. چوپان بچه با
اهل اویلا معقول شد، بس خدمت میکرد. حکایه های عجیب میگفت. آزاده کار بود و شیرین سخن. اکنون قصه احرار عبدالله رو میشنویم. عبدالله از سر چاه برگشته داروی به بینی احرار داشت و او رو به هوش آورده گفت. زنی که از کوچه میابی به کوچه میرفته است. وای انس بود، میده بود، میچی مخلوق بود که چی کاری کرده خوابی توی مرا باران. مقصدش از تو پسردار شده و پسی کوی قاف به مکانی پریها رفتنی بوده است. احرار زاری کرده گفت. ای جوره جان، من در عمر خود از این گفتار دور نرفتم. تو شهر را دیده و در مملکت ها گشته ای. اگر در حقیقت جوره جانی من باشی، مرا به شهر پدر و مادر دختر بر، شاید او به خونش رفته باشد. عبدالله اول نگفت، بعد فکر کرد که زن بچه احرار از جا برانده نتوانسته پسیده می روند. زیر آنها هیچگاه آشکار نمی شود. پس چی ضرر دارد؟ به شهر دختر او رو می برد و در عین زمان کارهای خودش رو هم بود کرده بر می گردد و پیش احرار بیگناه می ماند. عروبه دشت و بیابان تای کرده به شهر بزرگان رسید و بعد آن که پر چجو کرده جای حولی بزرگان رو مقرر کردن، در نزدی آن حولی باز استادن. بزرگان مهمان دوست بود، آمدگان رو خوش قبول کرد و من نزدشون قاضی رو دعوت کرد. بعد آب زیافت بزرگان به مهمان گفت، ما یک خدمتگاری داریم که بسیار نقه شیری میکنند. میخواهم که شما مهمانان عزیز این نغمه‌های شیرین را شنیده خوشحال شوید. بسیار خوب، بسیار خوب، گفتند مهمانان. بزرگان مهربان را پیش مهمانان خوانده گفت، از همان افسانه‌هایت یکی را گوی که دل مهمانان عزیز خوش شود. چوپان بچه نول پاک کرده خود را به نادانی زد، یعنی سر نداده گفت، من یک یتیم بچه بیچارم، دنیا ندیدم، انجمن ندیدم، از صحبت صاحبدلان بهره نبرداشتم. افسانه را از کجا میدانم؟ میدانی ناز نکن، گوی، فرمود بزرگان. خوب، یک افسانه نغز میگویم، گفت چوبان پسر. لیکن بعضی ها از من سخت میرنجند، یا هیچ کس نمیرنجد، گفتند همه. بود نبود، گفت مهربان. یک بزرگان یک قاضی بود، آنها دوست بودند. یک وقت بزرگان به مملکت های دور سفر کرده پسرش را به خود گرفت و به دوستش قاضی تعیین کرد که از احوال زن و دختر او خبردار شده ایستد. قاضی بعد از رفتن سوداگر روزی به خانه او خبرگیری آمده دختر او را دیده مان. دختر به حد نازنین بود. قاضی مبتلای عشق دختر گردیده با حیله فریب او را به خانهش آورانده دست درازی کردنی شد که دختر به سر او با چراغ‌پایه زده از دست او خلاص شده گریخته رفت. قاضی دید که هم در نزد دوستان و هم در نزد مردم به آبروی شرمنده می شود، پیشگیری کرده به بزرگان نوشت که دخترش از نبودن او استفاده کرده به کارهای ناشایسته مشغول شده گشته است. همین وقت قاضی از جای خیشته گفت، اون شب از اینجا یتیم پدر لعنت، تو چی افسانه گویی چی؟ چوپان پسر رفتنی شد. بزرگان او را نگاه داشته گفت، شنو گویی که دوامی واقعیت شد. بزرگان گفت، چوپان پسر مکتوب را گرفته به پسرش امر کرد که رفته خواهرش را نیست کرده بیاید. پسر نصف شبی آمده خواهرش را به اسب بار کرده با بالای یک کوه کلان گرفته برده کشتنی شد. باز خواهر که بود دلش نشد، خیر خودش مرده می رود یا یگان حیوانی وحشی می خورد. گویان در همانجا پرتافته رفت. دختر گشنه تشنه حیران و سرسان می گشت. روز او را یک دهقان پسر دیده ماند و به خانهش برده زن کرده گرفت. در آیله آنها پسرچه زیبای تولد شد. دهقان پسر جوانی محنتی به آداب بود. دختر از حیات راضی بود، ولی یادی وطن و دیدار پدر و مادرش او را غمگین میکرد. بعد روزی در این باره به شوهرش حسرت کرد و شوهرش موافقی طبی دلی زنش کار کردنی شده او را با همراهی یک دوستش به وطنش بردنی شد. در راه معلوم گردید که دوستی شوهرش با بند عشق زن گشته بنیتی بعد به او همراهی کرده بوده است. وی به زنک دسترازی کردنی شد، اما زنک ریخته خود را به چاه پرداخت. مردک هرچند راست و دروغ گفت، زاری کرد و دوغ زد، زنک از جا بیرون نشد. مردک در غضب پسرک دوست رو یکی او را با زر به بالای مادرش پرداخته رفت. بچه بیچاره هلاک شد. این وقت پسر بای عبدالله از جاش داخته خیسته، تو لعنتی دروغ میگویی، خیز گم شو. گویان به سر افسانگوی موش کشید. احرار با دستان پرقوتش او را به جای شنانده به چوپان پسر رو آورد.
رو آورده گفت گوی گوی سانی چی شد؟ سانی گفت چوپان پسر پگاهی شد و یک چوپان آواز گریه زنک را شنیده او را از جا کشیده گریه. پسر چرا در همان جا گور کردن؟ زنک در سر قبری وی بسیار بسیار گریه کرده بعد از چوپان سر و لباس چوپانی طلبیده پوشیده به خانه پدرش روان شد. همین وقت قاضی عبدالله در خانه ای که یک پا برهنه ابله را گوش میکنند ما نمی استیم گفته رفتنی شدند که بازرگان آنها را نگاه داشته گفت یک دمکک شنیدون این چوپان بچه قصه دختری من را گفته استادگی برین فهمم دختری بیچاره من گجا باشد من دختری بیچاره شما گفت مهربانو به خانه درون در آمد و لباس های چوپانی را کشیده لباس های زنانه را پوشید مادرش را که در فراق او میسوخت به آغوش گرفت از چشمان هر دو اشک خرسندی روان شد دور و دراز همدیگر را بوسه کردند بزرگان حقیقت حال را فهمیده در غضب شد وی کردار قاضی پسری بای را با تمام شهر اعلان کرده آنها را به جزای سخت رسانید و به دخترش عذری زیاده گفته او را نوازش کرد چوپانی را که مهربانو را از چاه کشیده گرفته بود آورانده انعام های قیمتبها داد نیکان به مراد و مقصدشان رسیدند بدان جزای بدیشان را کشیدند.